برای ما را طالبان گرفته بودن دیگه جان ما در خطر فعلا اینجا جایی نداره ما میریم پیش سفارت اونجا دروازه باز نمیکنن پلیسا میگن که شما برین خانه فردا بیان تعطیل است ما از کومه قدر مصارف از کجا کنیم رفت آمد اینجا شب هم نیست جایی که ما باید باشیم خانه فامیل هم اینجا نداره خب کی به شما گفته که بیاید سفارت آلمان ما از طریق فیسبوک اینستاگرام دوستای خبر شدیم گفتن که برین سفارت آلمان دیگه ثبت نام میکنه و مهاجرایی که تازه از افغانستان آمده باشه اینا رو میگیرن جانشان در خطر باشه دیگه من خودم مدت 4 سال میشه دفتر خارجی یوسایدی میگه اکیف که در فارسی آقا خان میگه در اونجا کار کردم دیگه شوهر من کماندو بود در افغانستان آموزشگاه هم داشتیم معلم بودیم شاگردان تدریس میکردیم دیگه قرار داشتیم ولی از طرف طالبان تهدید شدیم آمده قاچاق پاسپورت هم نگرفتیم چون پاسپورت بند بود دولت یا دو ما دولت کشیدم باز پای من با تیر خورد با تیر خوردی تو بله درو نگار گفتی اینجا آمدم گفتی اینجا گفتی کسانی که برای دولت کار کرده به گفت تیر خوردگی رو سوال میگن اصلا تو آمد هیچ کی جواب نمیده 5 6 بار چرا خانه مردم گذاشتم آمدم اینجا چیکار کنم من بعد برای دولت افغانستان چیکار می‌کردی اونجا اینجا سرباز بودی سرباز بودی بله. اسلحه داشتی بله اسلحه داشتی آره طالبان که اومد فرار کرد اومد اینجا اینجا آمد اومد رفت سفارت آلمان هیچ کی نه جواب نمیده اصلا خانم شما نه خانمم دستم و خانم تو بعد چند نفر بود من از 8 نفر 8 نفر بله 6 تا بچه کوچیک دارم آره یکی هم بچه‌م اینجاست چجوری اومدی ایران قاچاق اومدی من پول گرفتن ازتون آره پول میگیرن آره چقدر گرفتن از 6 میلیون اینا میگیره تا میاره اینجا دیگه تهران میاره از سمت زایدان میاره زابل زایدان اینجا جنگ زده آواره خودش اما تیکه پاره است خب هیچ ما نداره وسط خیابانی ما از سازمان جهانی درخواستی داریم کمک به مهاجر افغانی دینا از سازمان های جهانی درخواست داریم که برای کمک مهاجرین کمک کنن ما هیچ با آمده پناهنده شدیم میخوایم با آلمان انگلیس و اتریش فرق نمیکنن ما در رسیدگی با حال مهاجرین بشن ما تقاضای ما از مقامات بالا اینا خبریست که هده برای آلمان و کانادا و چند تا کشورهای دیگه پناهنده لازمه بعد یه اینترنت ها همه جا رفته بود که مثلا پناهنده لازمه بعد این ثبت نام کنید چی هاشو سفارت عجیلی ثبت نام کنید اما هم اول رفتیم اون بعد چی بود؟ سازمان ملل سازمان ملل و اول رفتیم اونجا فکر کردیم اونجا ثبت نام کنید بعدش به ما گفتن که برین اینجا اومدیم اینجا فرم دادم بهمون که آره پر کنین و از داستانه که بفرستیم به این ایمیل و این چیزا شاید حالا نمیدونم دیگه زنگ میزنه زنگ میزنه داستان جنگ بود این چیزا دیگه از چیزای دولتیش که خبر نداریم هر کی چیزی میگه به ملت که نمیگن داستانش چی شده ولی خود جنگ و چی بود دیگه نمیدونم اش رئیس جمهور ما فرار کرد و کشور فروخت داد دست طالبان همین یه فرم کنیم سه تا اون از همون میگیره میریم میایم پرش میکنیم بعد کجا مندرس میگه برو ایمیل بگیر میریم اونجا ایمیل بگیریم میگه سی تا بده ایمیل واسه تصدر ایمیل رو میگیر دور میگیر دور میگیر بوده کفت سهرمان دیگه نه اصلا اینجا الان جواب به شما دادم نه من برا سهرازه که اونجا بودم مدارک افغانی دارن مثلا کارمند بودن اونا رده اول هنچ اونجا میگه بعد اونایی که مدارک ندارن پاسپورت ندارن اونا رده های دوم هن. اونجا ما رفتیم اینو هم پلیس گفت یا مسئول نه مسئول 300 هزار تومان رو گرفت که یه فول مالی که اینجوری داده حالا 300 هزار تومان آقا اصلا جواب یه جام نه همه جا اینجوری هیچ جا نیست که اینجا حالا بعضیا میگن فقط به خاطر پول گرفتن میره تعزیت میکنه نمیدونه در میاد این کافی نه تا دیگه فقط من میگیره خانواده میگه نه واقعیت داره تعداد تایید من
نمیدونیم واقعا که اونایی که مردم عادی هستن اونا میتونن برن یا نه. ما هم انسان هستیم، ما هم توان میکنیم. آه شما جزو آدمای عادی هستید؟ آره عادی هستیم، ما میتونیم بریم یا نه دیگه، به خاطر همین. ولی خب کی از افغانستان شما اومدید؟ ما دو سال میشه. آه. از بدبختی فرار کردم اومدم الان تو ایران با زن بچه با چهار تا بچه متشدید. الان هم جام امکانات هم معلوم نیست، تو خیابونم هیچ چی معلوم نیست. هفت بچه دادم، من 9 نفر هستم تعداد خانواده، خودم یک کارگر هستم. مدرک درست ندادم، تذکره دادم دیگه، این مدرک برای من از ایران گرفته بودم، اینا رو با من داده بود. بچه من دو سال اینجا مدرسه خوان، اینا دو سال میجا کرونا هست، این رفته نمیتونه. مشکل من اینجا سخت است، آلمان سخت من میکنم. دولت آلمان اعلام کرده که آقا پناهجویی که مثلا به ایران مثلا از افغانستان دارن فرار میکنن وارد ایران میشن، به قول افتنی ما جا بهشون میدیم، فلان میدیم، علم میکنی، ول میکنی، فیران هیچی شو معلوم نیم. ما خدا پنج صبح اینجا، پنج صبح دو بیان به تنها اینجا چکنم، پنج صبح اینجا. ایراد پلیس بودم دو سال متشدید، قانون هیچ کاری برای من نکرد، قانون که رفت طالبان بیر نزدیک بودم منو بکشم متشدید، بازن بچم فرار کردم اومدم، الان هم دست طالبان فراری هم حقیقتش. من تو افغانستان گارد بودم در جی بی پی تی پلیس آلمان ها در شجرک بابر بریختم، طالبان اومد بریختم میترم آمدم، بازن بچه هم اصلا یک پسر کچولو مست. تازه اومدید؟ تازه آمدم. گارد بوده، گارد یعنی اهمیت. گارد بودم، گارد آلمان ها بودم. گارد آلمانی ها، خارجی ها بودم، دان دوازه سرباز آلمانی ها بودم. الان این قبوله، این باز بشه این قبوله در جام کس نیست جواب مرا بشتم، یه در دوازه پیش کدم به ایمیل ایمیل کدم، ایمیل هم کس جواب نداد. ایمیل کردی کسی جواب تو نداد؟ ایمیل کردم جواب نداد کس. یعنی مدال هم هست که مدال برای من، این مدال هم هست. اینو دولت آلمان بهت داده؟ ها اینی مدالم آلمان داده برای من. جی بی پی دی، جی بی پی دی میگن پلیس آلمان ها در شجرک کابل بوده. خب الان اینجا سفارت رفتی چی بهت گفتم؟ نرفتم اصلا، باز نکرد نذاشت اصلا جوابگو کسی نیست بابا، کی جوابگو؟ من تا اصلا به صوبی مامورا میزدم همه رو آموش رو گرد. آخه یه چیه کسی باشه، شخصی باشه، جوابگو باشه که مثلا کار انجام میدیم یا نمیدیم. آقا برای طرف باشه چند روز اومدی ایران؟ ایران یک هفته میشه. یه هفته؟ چجوری اومدی؟ سخت بود؟ قاچاقی. قاچاقی اومدم. خب چجوری اومدی؟ از راه ها خب بیراخر بدبختی کشیدم بابا کو. من دقیقاً 20 روز، دقیقاً 20 روز من تو راه بودم. میگم من خودم سه بار منو گرفتن پلیس ایران متشدی، برگشتم اون بر دوباره برگشتن. چرا؟ چون جونم در خطر بود، جون بچه‌هام در خطر بود. متشدی.